گروهی از خانواده های روزنامهگاران زندانی با محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران دیدار کردند. آقای خاتمی در این دیدار ابراز امیدواری کرده که هرچه سریعتر روزنامهنگاران و زندانیان سیاسی در بند آزاد شوند. سید محمد خاتمی همواره منتقد و معترض داشته از دورانی که وزیر ارشاد بود و با اعتراض کنارگیری کرد تا آن روزی که در سوم خرداد 76 تعداد آرای رسمیش برای به دست گرفتن ریاست جمهوری 20 میلیون اعلام شد این رقم در دور دوم به 23 میلیون هم رسید اما از دامنی انتقاد و جانبداری او نکاست هوادارانش او را معتدل و مخالفانش ساختار شکن مینامند شاید اگر روزی حجم مطالبی که در ستایش و یا حمله به او نوشته شده منتشر شود خاتمی بیر تواند به بی یک رکورد تازه دست پیدا کند در روزهایی که کمتر کسی حاضر به دادخواهی خانواده های بازداشت هشت ماه گذشته است خاتمی با آنان دیدار می کند و می خوشد با دلجوی آرام کند او روز دوشنبه در دیدار با جمعی از خانواده های روزنامه نگاران شده پس از آنکه همه حرفها را درباره کسانی که هنوز در انفرادی هستند و یا برای تنبیه به زندان رجای شهر منتقل شدند و یا حتی یک خودکار ندارند تا نامهای برای خانواده های خود بنویسند را شنید گفت هیچ وقت با مصلحت اندیشی نادرست خواست مردم را دور نخواهم زد رئیس جمهوری سابق ایران تاکید کرد میگویند رسانه ملی در حالی که تنها نماینده تفکر یک جریان است و عملکردش موجب تنشنج تفرقه و بدبینی است هم به رسانه ظلم می کنند هم با کسانی که مظلوم واقع شدند برخورد می کنند وی در نقد تفکر جناه دولتی درباره 22 بهمن هم گفته انصافا مردم آمدن نه به آن دلیل که از یک جریان حمایت کنند که اگر بنای مقایسه باشد معلوم است که اکثریت کیست اصلا 22 بهمن زمان تصویر حساب و اردوکشی نیست و یک جریان نمیتواند را به نفع خود مصادره کند آقای خاتمی تصریح کرده است فشارها و دستگیری ها روز به روز مشکلات را بیشتر می کند بازداشت شدگان را آزاد کنید و اگر کسی جرمی مرتکب شده در چارچوب قانون رسیدگی کنید رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگر تکیر کرده که ما در این کشاکش ها برای سرنوشت ایران نگرانیم نگران اقتصاد ایران نگران صنعت ایران نگران مدیریت ایران نگران روابط بین ایران این اظهارات آقای خاتمی همزمان شده با انتشار بیانیه شاخه زنان جبهه مشارکت که خواستار آزادی زندانیان زن شده است بیانیه که میگوید امیدواریم در آستانه نوروز هیچ خانه خالی از مادر و یا هیچ عزیز بازداشت شده ای نباشد